صبح بخیر ماه آسمون من. صبح بخیر عزیزم. یک ساعت دارم سر صدا میکنم و سوت میزنم تا بیدار شی، ولی انگار نه انگار. نه نه، گلوم درد میکنه، فکر کنم مریض شدم، نمیخوام ازم بگیری. تب که نداری؟ درد دارم، احساس خستگی میکنم. استراحت کن تا موقعی که حس کنی حالت بهتر شده. حتی نمیتونم سرمو بلند کنم. ای بابا، میگم دکتر بیاد ویزیتت کنه. اگه بهتر نشدم خودم میرم دکتر. عزیزم مریض میشی ها. باید غذا بخوری. میگم برات صبحانه بیارن. باشه عزیزم. امروز تو شرکت خیلی کار دارم، ولی سعی میکنم تا بعد از ظهر برگردم. تا بعد از ظهر منم بهتر شدم. دوست دارم. منم عاشقتم عزیزم. من رفتم. خدافظ. صبح بخیر. صبح بخیر. پس سمرکو، یعنی تا الان خوابه؟ بیداره ولی یکم خسته است. نکنه داره مریض میشه. فکر کنم سرما خورده. خیلی ممنون. سهیلا لطفاً صبحانه سمر رو ببر تو اتاق. چشم آقا، همین الان براشون میبرم. لطفاً یه لیوان پرتقال هم براش ببر. باش آقا، حتماً. آخه چرا سرما خورده طفلکی؟ شاید دیشب که رفته کارگاه سرما خورده، میخواست یکی از تابلوهات رو انتخاب کنه. آره درسته، کارگاه خیلی سرده. بیچاره سرش خیلی شلوغه عزیزم. نتونستم بچه ها رو ببینم. آره چند دقیقه پیش رفتن، لمیز خانم تا دم در همراهیشون کرد. یعنی مهنه تا الان خوابه؟ آقا تا الان خوابیده، ولی مجبورش میکنم پاشه، باید با من بیاد شرکت. این حرفو نزن، اون بیچاره تا کلاساش تموم میشه یه راست میاد شرکت. تو نبوده تو هم که همش تو شرکت بود. خیلی خوب باشه، من تسلیمم. صبح بخیر. میخوای بدون صبونه بری؟ عجله دارم، یه چیزی تو را میخورم. خداحافظ. خداحافظ. فقط دو روز تا جشن مونده، امیدوارم سمر زودتر آماده بشه. انشالله. صبح بخیر. لمیز خانم، بچه ها رو راهی کردم. کاش میرسیدم ببینمشون. دیشب تا سرمو گذاشتم رو بالش خوابم برد. خوب خوابیدم. مواظب خودت باش، تو باید یکم خودتو تقویت کنی که مریض نشی. مگه سمر خانم مریض شدن؟ آره یکم سرما خورده. سمر میسپرم دستتون. باشه، شما نگران نباشید، انشالله زود خوب میشن. خدا بد نده خانوم. ممنون، بذارشون اونجا. بلند شو یه لیوان آب پرتقال بخوری. نه الان میل ندارم. کی سر میز صبحانه است؟ فیروزه خانوم و انعام خانوم. بچه هم تازه رفتن، لمیز خانوم هم تازه اومده. مهند چی؟ مهند بکم همین الان رفت، از آشپزخونه دیدم که سوار ماشین شد. امیدوارم زودتر خوب بشین. خیلی ممنون. تو که هنوز چیزی نخوردی؟ الان میخواستم پاشم بخورم. همین الان جلوی من میخوری.
تو زحمت نکش عزیزم. میخوام زودتر خوب شی. امیدوارم. نکنه سر کارم گذاشتی و خودتو زدی به مریضی. درست حد زدم؟ فقط 3 روز فرصت داری خوب شی. اگه خوب نشی میرم دنبال یه زن جدید میگردم. ای بابا شوخی کردم. تو نمیدونی چقدر دوستت دارم. میدونم عزیزم، منم تو رو دوست دارم. وقتی که مریض میشی زیباتر میشی. تو رو خدا دیگه نمیتونم بخورم. خیلی خوب، ولی بعدم بخورش. باشه، میخوابم، شاید بهتر بشم. باید تا قبل از جشن حالت خوب شه. وای، فراموش کرده بودم. دیشب کدوم تابلو رو انتخاب کردی؟ سمر، دیشب تو کارگاه داشتم دنبال تابلوها میگشتم که یه صدایی شنیدم. منم ترسیدم و سریع برگشتم، نتونستم چیزی بردارم. اشکالی نداره، برات جدا میکنم. نه، بعد از ظهر که حالم بهتر شد خودم میرم یکی رو برمیدارم. تو برو به کارت برس، نگران منم نباش. بهتره تو جات بمونی. خداحافظ. خداحافظ. میخواستم مهند رو با خودم ببرم شرکت، ولی زودتر از من فرار کرد. خداحافظ. سلام. صبح خیر. حالت چطوره؟ بد نیستم، خیلی خوبم. خیلی خوب، برو ورزشتو بکن. خب راستش حوصله ورزش ندارم. تنبلی نکن، حالا که تو اینجا اومدی باید ورزش کنی. یه نگاه به خودت بکن، شکم درآوردی. نه اتفاقا خیلی هم رو فرمم. خیلی خوب، میخوای با صد یه لیوان آب پرتقال بیارم؟ ممنون میشم. عمومه تو برو، من خیلی زود میام. باشه. صبح بخیر عمو جان. صبح بخیر. چه خبر شده؟ امروز زود بیدار شدی. حتما میخواستی زودتر از من برسی شرکت. نه، چون زود کلاسم شروع میشد اومدم بیرون، همین. متوجه شدم، میخواستم باهات صحبت کنم. راجبه چی؟ در مورد مسائل عمومی، کاری، ازدواج. بعد از جلسه دیروز یه سری نقشه تو سرمه. میخوام یه جا با هم تنها باشیم و صحبت کنیم. باشه. موضوع به تو برمیگرده. باشه، کارم تموم شد میام. خیلی خوب، عالیه. مواظب خودت باش، عصر میبینمت. حتما. خیلی ممنون نوش جان. بیام. چی شد؟ نکنه دعوا کردین؟ نه. مگه نمیخواستی چیزی بخوری؟ الان میل ندارم. میخوام برم یه سر به سمر بزنم. جدی میگی؟ مگه تو نمیخوای بیای جشن؟ نمیدونم. خودتو لوس نکن، حتما باید بیای، سمر خیلی ناراحت میشه. خب شاید، نمیدونم. بشارم با خودت بیار. تو چت شده؟ چیزی نیست. واسه من فیلم بازی نکن، من از چشمات میفهمم که یه چیزی شده. نکنه با بشرا دعوا کردی؟ نه بابا، به اون ربطی نداره. پس باید بگیم کورشه چشم هست. خودت چی؟ چشات شور نیست؟ من باید برم، ناراحت که نمیشی؟ نه نمیشم، من هم یه دوش میگیرم و میرم. باشه، میبینمت. کوچولوت هم ببوس. باشه.
به زید فکر میکنی؟ آره دقیقا. خب زنگ بزن بگو بیاد دم مدرسه. حوصله‌شو ندارم. زنگ بزن دیگه، دوست دارم ببینمش، بعدش با هم میریم یه جایی میشینیم. بشیر و مرادم میاد، اون وقت همه چی خراب میشه. خب بشیر بگو نیاد دنبالت. نه الان دیگه نمیشه، باید زودتر بهش زنگ میزدم. ای کاش به بابا میگفتم که امروز دیر میام خونه. به بابات بگو کلاس فوق‌العاده داشتم. دیگه نمیشه، بذار واسه یه روز دیگه. یه جا با هم قرار میذاریم. آره اون وقت لمیز خانم هم میفرسته دنبالت. یه کاریش میکنم، ولی امروز نمیشه. باشه. با یکی آشنا شدی، یه جوون خوش قد و بالا، موهاشم فرفریه، پشت شبیه یه ماهیه، نگاه کن. این یعنی خیلی آدم خوش شانسیه. ببین چقدر شبیه ماهیه. نکنه ماهیگیر باشه. باشه الان مسخره کن، ولی وقتی پیش اومد میفهمی من درست گفتم. باشه میبینیم. خب وقتی میری بیرون سر را سبز میشه دیگه، خودتو تو این خونه زندونی کردی. خب بگیم ببینم دیشب بعد از اینکه من خوابیدم چی کار کردی؟ خیلی خوش گذشت، مهند همه رو سورپرایز کرد، برامون پیانو زد. آه چه حیف شد. آره. حتما سمر خیلی خوشش اومد. اون زیاد پیشمون نموند، زود رفت کارگاه. بعدش خب خوابیدیم. فنجوناتونو بردار. بله حتما برشون دار. من سینی سمر خانمو براش میبرم. صبر کن منم میام. به عدنان بیک قول دادم مواظبش باشم. حالت چطوره عزیزم؟ بد نیستم. سمر خانم چرا چیزی نخوردین؟ میل ندارم سینی رو ببر. دخترم نمیشه که بدون غذا بمونی. مامان خواهش میکنم. مامان من حالم خوبه، مریض میشی؟ اینطور که معلومه سرما نخوردی. بگو ببینم چی شده. چیزی نیست، انگار یکم خستم. نه تو دلت شکسته. با من رو راست باش، دیشب چه اتفاقی افتاد؟ میخواستی چی بشه؟ کاتیا دید که تو داری گریه میکنی. از دست این کاتیا. بیچاره نگرانت شده بود. بالاخره یه روزی از اینجا بیرونش میکنم تا بدون نگران خودش باشه. عزیزم خب منم نگرانت شدم، داشتم میومدم دنبالت که مهند رو دیدم. خب این به من چه؟ رفتی به تو نداره، ولی وقتی از لمی سراغ مهند رو گرفتم گفت اونم تو کارگاه کار داره. آره اومد دنبالم تا تنها بر نگردم. وقتی داشتم بر میگشتم خونه دیدمش. چیه؟ نمیدونم، تو باید بگی. خواهش میکنم مامان، دنبال دردسر نباش، راحتم بذار. ولی من دنبال دردسر نمیگردم. منظورت از این حرفا چیه؟ چرا میخوای سر به سرم بذاری؟ عزیزم من سر به سرت نمیذارم، اومدم بهت سر بزنم ببینم حالت بهتر شده یا نه. میبینی وقتی فهمیدی در مورد چه موضوعی میخوام باهات حرف بزنم حالت خیلی بهتر شد. عزیزم نگران نباش، استراحت کن. تازه من اینجا خیلی راحت و خوشحالم. منظورمو گرفتی دخترم؟ پس مطمئن باش دوست ندارم راحتیمو به هم بزنم. نمیخوام مزاحم کارات بشم عزیزم. برو میخوام بخوابم. سمر اگه دلت خواست درد دل کنی، هیچ کس برات بهتر از مادرت نیست. درست نمیگم؟ من مادرتم. چیزی ندارم بگم، برو دیگه. چند دقیقه دیگه میام پایین. خوشحالم که حالت خوبه. بیسان الان زنگ زد، گفت بعد باشگاه یه سر میاد پیشمون. موسیقی
وای خدا چقدر گرسنمه، انگار یه سال غذا نخوردم. خوبه که گرسنت شده، نشون میده که داری خوب میشی. دستتو بده ببینم. یه کمی تب داری. باید مواظب باشم ازت نگیرم، واسه فرید کوچولو میگم. درسته. خیلی خوب، من میرم. حتما حرفایی هست که میخواین خصوصی به هم بگین. شما که غریبه نیست. بشینید. کجا میخواین برین؟ میخوام برم به لمیز خانم سر بزنم. خوب نیست تفلک تنها نشسته. شما واقعا خیلی مهربونی. قبل از رفتنت صدام کن. خیلی خوب، من میرم پایین. باشه، حتما. واسه خدافظی میام پیشتون. بالاخره رفت. نتونستیم دو کلمه خصوصی با هم حرف بزنیم. خوب گفتی امروز مهند رو تو باشگاه دیدی؟ زیاد نموند، یه چند لحظه پیشم وایساد، بعدش رفت. نمیدونم چش بود، انگار عاشق شده. درسته عاشق شده، عاشق بشرا. تو باشگاه عدنان بهش زنگ زد، نمیدونم چرا خیلی هول شد و زود رفت. چرا؟ نمیدونم، اتفاقی افتاده سمر؟ تو جایی که من خبر دارم چیزی نیست. پس حتما با بشرا دعوا شده. تو به عدنان در مورد اون اتفاق چیزی گفتی؟ نه، من فکر میکنم بهتره عدنان چیزی ندونه. همینم درسته، جز روسیایی چیزی واسط نمیمونه، درست نمیگم؟ دیر کردم، پس چرا نمیام؟ نمیدونم، الان باید پیداشون بشه. اون کی؟ اون همون پسر است که نهال تو اولاداغ باهاش آشنا شد، همون پسره که اونجا وایساده، همون که کاپشن مشکی پوشیده. یعنی اون اومده خواهر منو ببینه؟ واقعا که مگه میشه؟ خب پس واسه چی اومده اینجا؟ اون نمیدونه من اومدم اینجا. زید اینجاست. تو واقعا بهش گفتی بیاد؟ نه اصلا. خیلی خوش تیپه. آهای ای بابا، ببین کیا اونجا. حتما امروز آبروم جلوشون میره. سلام. سلام سعید، نهال. خوشحال شدم. منم همینطور. رنین، خیلی خوشبختم. سعید، منم همینطور. نهال، کیفتو بده من. سلام، چطوری مراد؟ خوبم، تو چطوری؟ من تو رو قبلا تو اولاداغ دیدم، درسته؟ داداشمه. سلام. بریم، دوست دارم یکم پیش هم باشی. منم دلم میخواست ولی امروز نمیتونم. ای کاش یه زنگ میزدی. خب من میخواستم سورپرایزت کنم. سورپرایز خوبی بود. شما برین، من میام. خدافظ. خدافظ. خدا به همراهتون. زید، این موتور توئه؟ نه، مال سعیده. این برادرته؟ نه، راننده شونه. خب عالیه، بذار با برادرت بره خونه، من خودم میرسونمت. رنین هم با همون میاد. نه، یه روز دیگه. ماشین رسید. خیلی خوب، خداحافظ. 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 من دیگه باید برم. یه کاری کن، آخر هفته با هم بریم بیرون. سعیمو میکنم. خوشبخت شدم. منم همینطور. خداحافظ. نقشت نگرفت. از بدشانسیمه. چی کار کنم نهال؟ بریم؟ آره برو. چه موتور قشنگی داره. بشیر چیزی شده؟ چی کار میکنی؟ چقدر دیوونه، الان تصادف میکنه.
چرا وایسادی؟ مگه نمیبینی این دیوونه ها چی کار میکنن؟ این چه طرز حرف زدنه؟ درست حرف بزن. اونا دوستای منه. مگه ندیدی چی کار کردن؟ درد سرای خونه واسم کافیه. تو یکی دیگه شروع نکن. خیلی خوب برو. برو دیگه. خیالم از بابت همه چی راحته. خدا رو شکر عدنان و سمر با هم خیلی خوبن. بله همینطوره. سمر خانم خیلی به عدنان بیک وابسته است. عدنان هم خیلی به سمر وابسته است. خدا رو شکر با هم خوشحالن. خدا از چشم بد دورشون کنه. انشالله. خب فیروزه خانم چی؟ اینجا راحته؟ یا هنوز نتونسته خودشو با اینجا وفق بده؟ بله فیروزه خانم اینجا خیلی راحتن. اون به اینجا رنگ داده. عالیه. چون درسته که عدنان خیلی دست و دل بازه، ولی عقاید خاصی داره. حرفش رو رک به آدم میزنه. هیچ مشکلی بینشون نیست. خدا رو شکر هممون توی خونه راحتیم. خیلی خوبه. خوشحالم کردی. به عمه گفتم واسه خدافظی میرم پیشش. پس کجا؟ شاید تو اتاق پیانو هن. بیا اینجان. داری میری؟ بله دارم میرم. دیرم شده. سمر بیسان داره میره. بوست نمی کنم. خدافظ همگی. خدا سلام منو به نهاد برسون. فریدم از طرف من بروز. باشه حتما. سمر فکر کنم حالت خوب نشده. چرا رنگت پریده؟ خستم میرم بخوابم. عزیزم زوده که از جات بلند شی. برو بخواب. میخواییم براتون دارو بگیرم یا زنگ بزنم به دکتر؟ نه الان براش یه چایی میوه که مادرم یاد داده بود و درست میکنم. خب شما برین من میگم آمادش کنن. تا توضیح بدم یه ساعت طول میکشه. خودم میرم درست میکنم. خدا کنه پایینی ها مشغول باشن تا اتفاقی نیفته. خدا به خیر بگذرونه. این مانکن هفته پیش فقط یه امتیاز گرفت. به نظرم باید خیاطشو عوض کنه. زن خودش باید خوشگل باشه عزیزم، نه لباساش. هرچی میوه تو یخچال دارین برام بیارین. زود باشین زود باشین. لیمو ترش میخوام. لیمو ترش. چیز دیگه یا میخواین براتون بیارم؟ میخوام واسه سمر چای میوه درست کنم. شهیر خانم لطفاً یه کاسه بدین که تقریباً 2 لیتر آب جا بگیره. فیروزه خانم شما بری، من خودم حاضر میکنم. نه 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 نمیخوام پوستشو بکنی، فقط خوب بشورش. باید با پوست جوشیده بشن. جمیله یه مقدار بابونه بده. بابونه؟ فیروزه خانم خواهش میکنم شما برین، من چایی رو برای سمر خانم میبرم. چقدر حرف میزنی کاتیا. زود باش 2 لیتر آب تو این کاسه بریز. خداحافظ بشیر. خدا به همراهت. جوشید. بازم بذار بجوشه. بعدش از صافی ردش کن و بریزش تو پارچ. خوش اومدی.
یالا کارتونو بکنین. مراد برو کنار ببینم. خودت برو کنار. اول برو کیفتو بزن. سلام عمه. خوش اومدین عزیزای دلم. آه وای از دست تو. دختر خوشگل خانواده. چطورین عمه؟ من خوبم عزیزم. شما ها چطورین؟ خب تعریف کنین ببینم امروز چی کارا کردین. درس. تازه امروز دوست پسرشم دید. مراد مگه دوست پسرت نیست؟ دهنتو ببند. وای چرا سرخ شدی؟ نه حال اون دیوونه است. مراد داره راست میگه؟ آره راست میگم. امروز جلو در مدرسه منتظرش بودم. اگه نه حالا میدیدی او یه جور نیشش باز شده بود میخندید، ناز میکرده، عشوه میومد، این خانم بزرگا، اصلا این آدم بزرگا رفتار میکرد. ساکت شو دیگه. بله شنم یه سنم ساکت باشید بچه ها. سمر خوابیده. آروم باشید. میگه میگم سمر خوابیده. چشه؟ فکر کنم سرما خورده، باید استراحت کنه. میرم بهش سر بزنم. نه بذار استراحت کنه. خیلی خوب بیاین بریم بالا، بریم لباساتونو عوض کنین. زود باشین. بعدش هم واسم تعریف میکنین که این پسره کیه. خب دیگه نمیتونی فرار کنی. ساکت شو. بریم دیگه. خب دیگه آماده شد. جمیله این فنجونو ببر اتاق سمر. من اجازه ندارم وارد اتاق سمر خانم بشم. آه درسته، سهیلا تو ببر. یالا زود باش. دیگه حالش زود خوب میشه. انشالله زودتر خوب بشه. اگه عادت کنه هر روز بیاد پایین کارمون ساخته است. جمیله لمیس خانم، میتونم با تون یکم صحبت کنم؟ بگو چی شده؟ نهال یه دوست پسر داره. فکر کنم شما هم خبر دارین. امروز جلوی در مدرسه بود. خب؟ خودش و دوستش بودن، تازه با یه موتور. اشتباه برداشت نکنین. نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی چی کار کنم؟ فکر میکنم پسره زیاد عاقل نباشه، یکم لاته. تازه موقعی برگشتن سوار موتور شدن و کنار ماشینا ویراج میدادن تا جلوی نهال یکم پوز بدن. مثل دیوونه ها میروندن و خیلی کارای خطرناکی میکردن. شاید یه روزی هم نهال سوار موتورشون کنن. منم نگران شدم و خواستم بهتون بگم. همین. خیلی ممنون بشیر. بعدن با هم صحبت میکنیم. باشه. چی شده؟ چیزی نیست. بذارش اونجا. خیلی داغه، مواظب باشیم. با دستای خودم واسط این چاییو درست کردم. زود خوب میشی. زود بخور. خیلی ممنون. بخور دیگه. دستتو بده کمکت کنم. آخ. بذار پشتت یه متکا بذارم. آه.
خدایا کمکم کن. بله بفرمایید. سلام بشرا، منم سمر. خب حالتون خوبه؟ چی کار میکنی؟ امروز تمرین داری؟ نه، من الان بازارم، یکم خرید دارم. خب اگه بعد از ظهر کاری نداری میخواستم ببینمت. هنوز با مهند صحبت نکردم. چیزی شده؟ نه چیزی نیست، فقط میخواستم امروز همدیگر رو ببینیم. باشه. انعام خانوم هم برای شام اینجا هن، پس یه شام خانوادگی میشه. باید با مهند صحبت کنم جایی قرار نذارم. باشه حتما. از تماست خیلی ممنون. اگه نشد بهت زنگ میزنم. نه دیگه حتما بیا، منتظرتم. باشه امشب میبینمت. بله بشرا. سر کلاسی؟ نه همین الان تموم شد. چرا امروز به هم زنگ نزدی؟ میخواستم زنگ بزنم که خودت زدی. الان سمر به هم زنگ زد، برای شام دعوتمون کرد. مهند؟ گوشم با توه. گفتم سوال کنم ببینم میتونیم بریم؟ من دوست دارم برم، نظرت چیه؟ خیلی اصرار کرد. باشه، من تا یه ساعت دیگه میرسم خونه. از دانشگاه مستقیم بیا پیشم. اگه جایی کار داری من خودم میرم. نه من خودم میام دنبالت. باشه عزیزم، دوستت دارم. منم همینطور. آقا سلیمان امشب چه کرده؟ دستش درد نکنه. لطفاً رو میزی سفید بندازین. بله حتماً. عزیزم بیا اینجا یکم استراحت کن. تا بعد از ظهر تو رخت خواب بودم. دستات داغه، تب داری؟ نه عزیزم نگران نباش، من حالم خوبه. فقط میخواد خودشو واسه شوهرش لوس کنه. هیچ مردی تو دنیا اینقدر به فکر همسرش نیست، باید خودم رو لوس کنم دیگه. تابلو رو انتخاب کردی؟ نه هنوز نرفتم کارگاه. بیا تا قبل از اینکه مهند با نامزدش برسه بریم. همین الان؟ خب تا یادمون هست بریم بیاریمش. باشه. بیرون سرده، بذار برات پالتو بیارم. ممنون، دیر نمی کنیم. راحت باشین، اونا حالا حالا ها نمی رسن. مرسی عزیزم. سمر گفتی شام مخصوصه، حالا نمی دونم چرا این شام مخصوص واسه بشراست. خب دیگه بهش عادت کردیم، جزی از خانواده شده، درست نمیگم؟ درسته.
که در مورد خودت حرف بزنیم. داستان اون پسرا که جلوی مدرسه اومدن چیه؟ مراد خبرچینی کرده؟ آره. چرا خودت بهم نگفتی؟ نمیدونم، فرصت نشد. تازه این چیز مهمی نیست. یکم جلوی مدرسه وایسادیم و فقط با هم حرف زدیم. با رنین آشنا شدن و منم با دوستش آشنا شدم. همین. تو خبر نداشتی که قراره بیان جلوی مدرسه؟ نه، خواست سورپرایزم کنه. تو زیاد ازش خوشت نیومده، میدونم، ولی من هر بار که میبینمش حس میکنم پسر خوبیه. برخورد اول خیلی مهمه. یادت بار اول ازش خوشت نیومد؟ خوب فکر کن. یعنی فکر میکنی اون واسه تو یه دوست مناسبه؟ یا فقط داری به خودت دروغ میگی؟ من باهاش مشکلی ندارم. زید یه پسر ولگرد و بی سر و پاست. این حرف خودت زدی. میدونم، ولی من الان در مورد موتور سواری چی میگی؟ مراد هیچی واسه گفتن نذاشته. موتور خیلی خطرناکه. من زیدو دیدم که چجوری میرونه. مواظب باش یه روز به سرت نزنی باهاش سوار شی. دیگه تکرار نمی کنم. باشه، حتما، قول میدم. امیدوارم دیگه موضوعی رو که به اون مربوط میشه رو از من پنهون نکنی. مگه میشه؟ این کارو نمی کنم. خب، حالا بیا بریم پایین. باشه. عزیزم، بیا اینجا. نظرت چیه؟ خیلی قشنگه. پس همین خوبه. عدنان، میخوام باهات حرف بزنم. خب بگو. مهند، به نظرم بهتره هرچی زودتر با بشرا نامزد کنه. شاید مهند دوست نداره به تو چیزی بگه، اون به روش نمیاره، ولی من مطمئنم دوست داره زودتر نامزد کنه. نظر تو اینه؟ من مطمئنم خانواده بشرا هم همینو میخوان. بهتره بدون سر و صدا یه نامزدی کوچیک بگیریم. فقط دوتا خانواده دوره هم دیگه جمع بشن. ازشون میپرسم، سرشان با هم صحبت میکنیم. اگه راضی بودن من مشکلی ندارم. نوشیدنی چیزی میل دارین؟ نه خیلی ممنون عزیزم. منم میل ندارم، ممنون. بشرا خانم هنوز نرسیده؟ نه هنوز کسی نرسیده. خبرچین بیا اینجا ببینم. مگه چی شده؟ خجالت نمیکشی همه چی واسه مادمازل تعریف میکنی؟ مگه من چی گفتم ها؟ خودتو به اون را نزن. تو گفته بودی که زید اومده بود جلوی مدرسه. نه به خدا، فقط واسه عمه تعریف کردم. من اصلا این دهنمو باز نکردم. خب پس از کجا فهمید؟ من نمیدونم، بشیرم اونجا بود، شاید اون بهش گفته. خب همه میشناسنش، اصلا تو چرا پنهونش میکنی ها؟ تا تو نقشه های منو خراب کنی. بفرم. سلام، خوش اومدی. بقیه کجان؟ چرا کسی به استقبالمون نیومده؟ همه تو آشپزخونه دارن واسه شام تدارک میبینن، ولی عمه تو پذیراییه. عمو کجاست؟ با سمر رفت کارگاه.